در جدیدترین تحولات حول برجام و رابطه رژیم با جامعه جهانی، روز گذشته پومپئو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماعی که در مجلس نمایندگان برای بودجه برگزار شده بود، گفت که رژیم ایران باید رفتارش رو تغییر بده. تهدیدهای اتمی و غیر اتمی این رژیم باید متوقف بشن. مقابله با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی در صدر کار ماست. در این جلسه نماینده کنگره رورا باکر با اشاره به هواداران مجاهدین و مقاومت ایران که در این جلسه حضور داشتند گفت که ما دوستان زیادی در ایران داریم. رژیم ایران دشمن است. اینها ایرانیانی هستند که عاشق آزادی هستند. در بخش دیگری از این جلسه استماع، قاضی تتپور رئیس زیرکمیته تروریسم در کمیته خارجی کنگره آمریکا به لزوم حمایت از اعتراضات مردمی در ایران پرداخت و ضمن اشاره به حضور اشرف نشانها در جلسه استماع کنگره گفت امروز در جمعیت از اعضای خانواده ایرانیانی را به همراه داریم که توسط رژیم کنونی در ایران به قتل رسیدند. خواسته آنها تحقق یک ایران آزاد است، جایی که مردم خودشان بتوانند تصمیم بگیرند و نه آخوندها. در یک تحول دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد هایکو ماس وزیر خارجه آلمان بعد از ملاقات با جان بولتون گفت که اروپا و آمریکا در رابطه با اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام چگونه ادامه بدهند اختلاف نظر دارند. وی گفت چنانچه یک اجلاس چهار جانبه بین آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا ترتیب داده شود، امیدوار است جزئیات بیشتری حول برنامه‌های واشنگتن در رابطه با ایران مشخص گردد. در جدیدترین تحول در مورد دخالت‌های رژیم در افغانستان و همکاری این رژیم با طالبان که قبلا اون رو به شدت انکار می‌کرد، خبرگزاری بلومبرگ دیروز به نقل از مقامات افغان